گروه بهمن و شرکت بهمن موتور بعد از عرض یک دیگنیتی حالا به سراغ تولید یک SUV رفته. SUV که این بار قرار خانواده ها رو غافلگیر کنه و خودروی جادار رو در اختیارشون بذاره. فیدلیتی محصول جدید گروه بهمنه که حالا قراره در جایگاه یک شاسی بلند جادار و به نسبت بزرگ در بازار حضور داشته باشه. این خودروساز بخش خصوصی اسم فیدلیتی رو برای شاسی بلند بزرگش انتخاب کرده، اسمی که به معنی وفاداریه و گروه بهمن امیدواره با این شاسی بلند تک دیفرانسیل بتونه حس وفاداری مشتریانش رو نسبت به برند بهمن افزایش بده. حالا وقتش رسیده یکم دقیق‌تر به فیدلیتی بپردازیم. فیدلیتی یک SUV بزرگ و به نسبت لوکسه که میتونه 7 سرنشین رو توی کابینش جا بده. طول فیدلیتی 4735 میلیمتره و با ارتفاع 1900 میلیمتری کاملا یه ماشین قد بلنده که امروزه خیلی ها دنبالش میگردن. عرض 1710 میلیمترش هم نشون میده که با یه خودروی پهن طرف هستیم و میتونه کاملا حس داشتن یه ماشین بزرگ و برای ما برآورده کنه. وقتی به ظاهر فیدلیتی نگاه میکنیم، خطوط طراحی کمک کرده تا این خودرو عضلانی و بزرگ به چشم بیاد. گلگیراب و کاپوت فیدلیتی ظاهری حجیم رو در بخش جلو ایجاد کردن و از طرفی کاسه چراغ‌ها و چراغ‌های روشنای روز سبک نوینی رو توی این خودرو به مخاطبان نشون میدن. در بخش طراحی نمای کناری میشه گفت با خطوط پخته و قابل قبولی طرف هستیم. اما در نمای عقبی فیدلیتی با سبکی مواجه میشیم که شاید ما رو یاد یه سری کراساورای کره‌ای بندازه. در صندوق عقبی که یه تیک هست و حالت فرو رفته و برآمده داره و سپری که جای پلاک روی اون قرار گرفته، یه حالت نسبتاً بروز رو توی فیدلیتی ایجاد کرده. اما الان وقتشه بریم داخل فیدلیتی و ببینیم طراحی داخلش چجوریه. توی ردیف اول و دوم این SUV فضای کابین بزرگی رو داریم و متریال چرم مصنوعی حرف اول رو میزنه و بیشتر اجزا مثل صندلی‌ها، تجهیزات داشبورد و رودری‌ها از چرم و دوخت خوبی تشکیل شده. میشه گفت فیدلیتی گروه بهمن توی طراحی صندلی و رودری‌ها قویه و وقتی هم به داشبورد این خودرو نگاه میکنیم با سبکی جدید مواجه میشیم. دریچه‌های سیستم تهویه خیلی شبیه خودروهای آلمانی هستن. آمپر دیجیتال هم حس جذابیت و بروز بودن و به راننده ارفا میکنه. نمایشگر 10.25 اینچی که به صورت مستقل روی داشبورد فیدلیتی نصب شده جزو قطعاتیه که در کنار کاربردی بودن زیبایی خوبی رو هم به کابین خود رو میده. کنسول میانی فیدلیتی یه سبک ساده با تجهیزات پیانویی داره و زیرا رنجیش هم متحرکه و شما میتونید با توجه به موقعیت صندلیاتون این زیرا رنجی رو تنظیم کنید. غربیلک فرمان این خودرو هم طراحی قابل قبولی داره و دکمه‌هایی مثل کروز کنترل و تنظیمات سیستم صوتی روش نصب شده. یه آپشن باحال دیگه که جذابیت زیادی رو به کابین فیدلیتی داده، سقف پانورامیک برقی اونه که از دو تا شیشه تشکیل شده و دید وسیعی رو از آسمون به سرنشینا ارائه میده. توی ردیف دوم فیدلیتی فضای پا و سر کاملا مناسبه و میشه توی یه مسافرت چند ساعته راحت داخل این خودرو نشست. یه زیرا رنجی با دو تا جالیوانی داره که میتونید از توی پشتی صندلی بیرون بیاریدش و دستتون رو راحت تر روش برد. توی ردیف سوم جای چندان دلباز یا نداری. فضای پا اصلا بزرگ نیست و نمیشه آدمای قد بلند خیلی راحت توی یه مسافرت توی بخش سوم این خودرو بشینن. اما توجه داشته باشید که اگه صندلی‌های ردیف دوم و سوم فیدلیتی رو بخوابونید، یه فضای بزرگ در اختیارتون قرار میگیره که حتی میتونید توی مسافرت‌ها به عنوان جای استراحت و خواب ازش استفاده کنید. پیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژر فیدلیتی 155 اسب بخار قدرت تولید میکنه و گشتاور 230 نیوتن متری رو در اختیار راننده میذاره. گشتاور حداکثر این پیشرانه از 1750 دور بر دقیقه وارد مدار میشه و تا دور 4000 همین گشتاور به
نسبت بالا رو به سیستم انتقال قدرت منتقل میکنه. جعبه دنده فیدلیتی از نوع 6 سرعتی اوتوماتیک دو کلاچ است که تعویض دنده ها رو در کمترین زمان ممکن انجام میده و خیلی خوبم میتونه براتون معکوس بکشه. ترکیب این اجزای فنی باعث شده شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت فیدلیتی فقط 10 ثانیه باشه. با اینکه فیدلیتی خودروی چالاکی به نظر میرسه، اما فقط 8.1 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر در شرایط ترکیبی مصرف میکنه که جدا عدد خوبیه. همینطور استاندارد آلایندگی فیدلیتی یورو 5 و این یعنی وقتی فیدلیتی میخرید سهم خیلی کمتری نسبت به بقیه در آلودگی هوا دارید. قبلا هم گفتم وقتی پشت فرمون فیدلیتی میشینید فضای راحتی رو دارید. این حسی هم که شما میتونید کاپوت خودرو رو از داخل ببینید و دید خوبی به بیرون داشته باشید واقعا باحاله. فرمان کمکی برقی فیدلیتی زیر دستام خیلی نرم و خوب کار میکنه و تازه میتونم سفتی و نرمی فرمون رو هم از توی مانیتور تنظیم کنم. خیلی جالبه. سواری فیدلیتی به نسبت نرمه و با وجود رینگای بزرگ میتونید حس راحتی خوبی و پشت فرمون داشته باشید. اینم یه وضعیت دیگه توی سواری این خودروه. وقتی توی شب نور چراغا روشن میشه واقعا دید خوبی رو دارید. همینطور نور پردازی روی کابینم خیلی چیز جذاب و باحالیه که روی داشبورد و رودری ها هم کار شده. پایداری و هندلینگ فیدلیتی گروه بهمن خوب و مناسبه و با وجود اینکه با یه SUV بزرگ طرفیم میتونیم سرپیچ رو بهش اطمینان کنیم. پارک کردن فیدلیتی هم واقعا سخت نیست و به لطف دوربینای 360 درجه وقتی فضای کافی وجود داشته باشه میشه این شاسی بلند مونتاژی رو راحت پارک کرد. جعبه دنده 6 سرعتی فیدلیتی دو کلاچ است. رفتار هوشمندانه و خوبی رو داره و وقتی پامو روی گاز فشار میدم معکوس مناسب و شتابگیری رو که میخوام در اختیارم میذاره. همینطور میتونم وضعیت حساسیت تعویض دنده رو بین دوتا حالت اقتصادی و اسپورت انتخاب کنم که توی حالت اسپورت حساسیت پدال گاز بیشتر بشه. سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی هم باعث میشه تا وقتی توی سربالایی میخوام شروع به حرکت کنم راحت تر راه بیفتم و مشکلی نداشته باشم. توی ترافیک های شهری هم بهتون پیشنهاد میکنم که حتما از حالت اوتوهولد استفاده کنید. این آپشن باعث میشه که وقتی ترمز رو تا آخر فشار میدید و کامل میستید فیدلیتی دیگه راه نیفته و حتی اگه پاتون رو از روی ترمز بردارید خود رو توی حالت ترمز کامل قرار داشته باشه. وقتی هم که یک کوچولو گاز بدید ترمز خود رو آزاد میشه و میتونید به حرکت ادامه بدید. اینجوری لازم نیست توی ترافیک دقیقه ها پاتون روی پدال ترمز باشه. در آخر باید بگم که تهویه فیدلیتی توی گرمای این روزه تهران منطقی عمل میکنه و خنک های خوبی رو داره. پرتاب بادش هم بد نیست و جریان هوا رو به طور کامل توی کابین خود رو برقرار میکنه. خب در انتها میریم سراغ رقبای فیدلیتی. البته که امروز ما SUV 7 نفره در این رده قیمتی نداریم، اما به طور کلی فیدلیتی رقیب SWM G0 که و از نظر فنی با KMC K7 و چری تیگو 7 رقابت میکنه.